راز مرد فلج که باعث نجات خانواده اش شد. نویسنده فرشته غنی. میزبان شما اجمل غفوری. حتی اگر بیماری لاعلاج داری، نباید بنشینی و ماتم بگیری. از زندگی لذت ببر و با بیماری خود مبارزه کن. عرض سلام و درود خدمت همه شما خوبان و عزیزان که شنونده چینل افغانستان ژورنال هستین و بی‌صبرانه انتظار میکشین تا داستان جدید بشنوین. خوشحال هستم که باز هم در خدمتتان قرار دارم. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدین. و یک سپاسگزاری خاص از همه شما خوبان که همیشه با پیام‌های مملو از مهر و صمیمیتتان ما را بدرقه میکنین و حمایت میکنین. همتون را دوست داریم و برای ما قابل قدر هستین. خداوند حفظتان کنه و در هر جایی که باشین با خوشی زندگی کنین. و اینک داستان را تقدیم شما خوبان میکنم. ما بیشتر اوقات از این رنج میبرم که چرا هنوزم در افغانستان کسایی هستند که از نگاه فیزیکی سالم هستند، اما جرأت و همت ایره ندارن که بتانن برای خود و خانوادش کار انجام بدن. دستشان به دیگرا دراز است و حرفشان ای است که کار و بار نیست و ما جوانا بیکار ماندیم. اگر داستان مرا بشنون به خود شکر خواد کشیدن. دردها و رنجایی کشیدم. خیلی زیاد بود. اگر بدنم سالم می بود و راه رفتم می تونستم شاید زیادتر از مشکلاتم کاسته می شد. پولیو حرکت پاهای ما ازم گرفت، اما غیرت و همتم هیچ وقت از بین نرفت. ما 3 خواهر و 2 برادر هستیم. در اوایل وقت ما و 2 خواهرم به دنیا آمدیم سالم بودیم. با هم بازی میکردیم. میدویدیم، مکتب میرفتیم و به مثل هزاران کودک دیگه زندگی عادی پیش میبردیم. اما صنف 6 مکتب بودم که یک بار درد شدید در قسمت زانو و کف پاهایم به وجود آمد. او حرکت سابقه خود را از دست داده بودم. برخی اوقات سست و بی حرکت می شدن. مادرم فکر میکرد به خاطری که خانه ما نم داره ای مشکلات برم پیش آمده. خانه ما را رها کردیم و چند وقتی به خانه مامایم کوچ کردیم. اما نه تنها که درد ما کاسته نشد، بلکه خواهر کوچکمون به این مشکل روبرو شد. پدرم این قسم طاقت ناورد. وقتی نزد دکترای افغان می رفتیم، اصلا علت اصلی این وضعیت ما معلوم نشد. از همین رو مرا به کشور هند برد. حتی دو زمان بیماران که علاجش در افغانستان نمی شد، به هند فرستاده می شد. وقتی به هند رفتیم و تداوی کردیم، هیچ فایده نکرد. دکترها دریافتند که معالجه افرادی که به پولیو گرفتار میشن هیچ وجود نداره. باید قبلا این مشکل را در نظر میگرفتیم و وقایه میکردیم. به این ترتیب به مرور زمان ما و خواهرم حرکت دست و پاهای ما را از دست دادیم. مادرم در او وقت 3 طفل داشت. ما و خواهر فرجم و یک خواهر بزرگتر از ما که سالم بود. به خاطر مادرم ناراحت میشدم. به خاطر خودم هم خیلی ناراحت میشدم. خواهرم خواهر وقت گریه میکرد. میگفت کاش بمیره. ما اما هیچ وقت آرزوی مرگ نکردم. اما زندگی ما خیلی با درد سر و پر از مشکلات میدانستم. چیزی نمیگفتم که مادرم بیشتر ناراحت نشه. بر او سخت بود. از 2 اولاد خود مواظبت کنه که اصلا حرکت ندارن. غذا خورده نمیتونن. تشناب رفته نمیتونن. حمام کردن و خواب شدن ما یک دردسر بزرگ برای مادرم بود. وقتی نان میخوردیم اول ما را غذا میداد، بعد خودش میخورد. تشناب که میرفتیم بغل ما میکرد. ما دیگه نمیخواستم زیادتر عذاب بکشه. برخی کارها را خودم انجام میدادم. خودم کشال کشال از یک جا به جای دیگه میبردم. به سینه را میرفتم. دکتر بر ما توصیه کرده بود که اگر بتانیم دستای ما را تکان و حرکت بدیم، شاید زیاد از حرکت نمانه. من می قسم کردم. کوشش می کردم دستم حرکت کنه. یک دستم کم کم خوب شده بود. چند انگشتش به حرکت آمد. وقتی مادرم گلاس چای ما به دستم می داد، می تونستم او را محکم بگیرم.
پدرم برم ویلچر خرید و گاه گاهی مرا با خودش بیرون می برد. ویلچر من قسمی بود که باید یک نفر از پشت او را تیله می کرد. اما خوب بود. حداقل از دیدن فضای بیرون محروم نبودم. اما خواهرم خیلی ناامید شده بود. دلش نمی شد جای بره. می گفت وقتی دخترای همسن و سالم را می بینم که راه می رن حسودی می کنم و نمی تانم تحمل کنم. از این سبب من از خانه دور نکنین. مادرم همیشه می ترسید که نکند تمام اولادایش به این ویروس مبتلا شود. اما وقتی یک خواهر و یک برادر دیگه به دنیا آمدن سالم بودن. هیچ اثر از پولیو در وجودشان نبود. وقتی برادرم تازه 1.5 ماه شده بود، یک روز که در خانه بودیم خبر رسید پدرم در یک حادثه ترافیکی زخمی شده. مادرم مرا با خود برد و به شفاخانه مربوطه رفتیم. وقتی دیدیم پدرم فقط نفس میکشید. به کما رفته بود. از زخمای زیاد صورتش درست فهمیدن نمیشد. خونریزی داخلی هم داشت. دکترها یک عمل جراحی کردن و قرار بود 4 ساعت بعد عمل دیگر انجام بدن. در حال تزریق خون به پدرم بودن که نفسهای آخر پدرم تمام شد و فوت کرد. مرگ پدرم زندگی همه ما را متاثر ساخت. روزهای سخت و سیاه زندگی ما آغاز شد. ما یگانه مرد خانواده ما را از دست دادیم. همه به مادرم می گفت که اولادش کوچک است. بهتر است با کس ازدواج کنه. مادرم به این کار راضی نبود. پدرم دوست داشت و کس دیگه جای خالی او را برش پر کردن نمی تانست. یک شب که خیلی گریه کرد، ما برش قول دادم که مسئولیت پسر بزرگ خانه را ادا می کنم و هیچ نیازی نیست که با کس دیگه ازدواج کنه. از او روز به بعد مسئولیت های ما بیشتر شد. مقدار پول نقد که در خانه داشتم او را یک دکان خوراک فروشی ساختم. پول را به دهن خودم از مشتری می گرفتم و او را راهنمایی می کردم که چگونه مواد خوراکی را برداره و وزن کنه. کارم خوب بود. اما قوم و خیش برم حیران مانده بودن که با این دست و پای فلج چطور می توانم یک دکان را مدیریت کنم. اما خبر نداشتن که بعضی ها به حد بی‌رحم هستند که حتی در این وضعیت هم به ما دل نمی سوزانن و به ما ضرر می رسانن. بعضی مشتریایم که پسرای جوان می بودن چون من نمی تونستم از جایم تکان بخورم پول کم می دادن و مواد خوراکی زیاد می بردن. یا بعضی ولگرد ها طرف های شام به دکان می آمدن. دهان ما با پلستر بسته می کردن پول سیف ما را می بردن. کار کردن نمی تونستم. از خانم دور بودم. صدای مام کشیدن نمی تونستم تا ای که کس دیگه به طرف دکان می آمد و دهان ما باز می کرد. ما در او زمان به ای آدم ها ایران می موندم. یعنی واقعا یک انسان که درونش قلب بتپه اقدر می تانه بیرحم باشه. چطور انسان ها این گونه وحشی شدن که از اذیت دیگران لذت می برن. اما به هر حال من همت ما از دست ندادم. فقط کاری کردم که دکان خوراک فروشی ما به خانه ما انتقال دادم. به اندازه دکان بخشی از حویلی را که به طرف کوچه بود دکان ساختم. اگه کس اذیت میکرد صدا میزدم و مادرم با یک چوب به دکان میامد و نجاتم میداد. حتما وقت میشنوین که اقدر اذیت شدیم شاید بگوین بدتر از این نخواد بود. اما بود. روزهای بدتر از این را هم تجربه کردم. جنگ های داخلی افغانستان آغاز شد. به دکانم راکت خورد. همه چیز از بین رفت. من زنده ماندم. مقدار مواد خوراکی که سالم مانده بودن را به زیرزمینی های خانه ما بر مصارف خود انتقال دادیم. در دکان بودن نمیتونستم. چند ماه این قسم سپری شد. دیدم که مواد خوراکی رو به خلاصی است. فکر به ذهنم خطور کرد. به یکی از جوانای خیش و قم گفتم که با هم کار فروش آهن کنه را آغاز کنیم. او قبول کرد. کار جمع‌آوری آهن و باقی مانده های مترا و پچاق های مرمی به عهده او جوان بود. اما انتقال فروشش در جلال آباد مربوط من می شد. در طول راه که از کابل به جلال آباد می رفتیم، مردهایی که سالم بودن در هر حالتش در خطر می بودن. بنام هر گروه کشته می شدن، اما وقتی مرا می دیدن چیزی نمی گفتن. هر کسی می بود
کمک میکرد. باور نمیکردن که ما با فروش آهن آلات کار و بار تجارت داریم. وقتی آهن آلات را در جلال آباد میفروختم، از اونجا با پول او آرد و برنج میخریدم و در کابل به فروش میرساندیم. در کابل آرد و برنج خیلی کم شده بود. ما او را عمده و پرچون به فروش میرساندم و با پول او مصارف خانه ما میپرداختم. به این ترتیب روزگارم میچلاندم. این کار و بار ما تا وقت آمدن طالبا ادامه دادم. در دوره طالبا دیگه پیش برد کار برم سخت شده بود. بازم یک دکان خوراک فروشی باز کردم. برادر کوچکم به سن رسیده بود که به مکتب بره. او را به مکتب میفرستادم. هیچ وقت ترک افغانستان نکردیم. همینجا بودیم. هر سختی و درد که کشیدیم در کشور خود بودیم. بالاخره اداره موقت به میان آمد. چشم ما کمه روز خوش دید. برادر ما اصلا از درس دور نساختم. گفتم بگذار درس بخونه و بر خودش کسی شوه. شاید یک روز اقدرم حرکت نداشته باشم و او بتانه خانواده را کمک کنه. یادم از ویلچرم هنوز هم قسمی بود که باید یک نفر از پشت او را تیله کند تا پیش برم. وقت ما از خانه میبرامدم، هر آن کسی که در کوچه را میرفت از او میخواستم که ویلچر ما را تا هر قسمتی که او میره تیله کنه. بعد از او هم به فرد دیگه میگفتم. برخی ها قبول نمیکنن، اما زیادتر مردم دل رحم داشتن و با ما همکاری میکنن. پول تاکسی خیلی زیاد میشد. حداقل میگفتم از یک طرف باید به پول برم و از طرف دیگه که سودای دکان را میخرم تاکسی بگیرم. به همین سبب از مردم کمک میخواستم. تا یک ازدگاه با بیشتر از 10 نفر آشنا میشدم. ای کار عزت نفس من پایین نمیکرد. من با چهره خوش و خندان به بازار میرفتم و میامدم. روزگار ما خوب میگذشت. خواهر کلانم ازدواج کرد. برادرم مکتب تمام کرد. با پوانتون کابل رفت. رشته اقتصاد میخوند. محصل بود که یک روز مادرم برم گفت بیا خانه مامایت بریم. پشت دخترش خواستگاری. به خاطر برادرت خواستگاری کنیمش، چون دیگرها هم پشتش میاین. بهتر است عروس خانواده ما شوه. از برادرم پرسیدیم. رضایت نشان داد. وقتی به خانه مامایم به خواستگاری رفتیم، پسرای مامایم خندیدن. گفتن بچه همه تو پشت خواهر ما به خواستگاری آمدی؟ برادرت خو بیکار است. تو خو لنگ و لاش هستی. یک لقمه نان به سختی پیدا میکنی. یک دفعه تو نشه که خواهر ما در خانه‌تان گرسنه نبانه. همو حرف آخر ما و مادرم با مامای کلانم و پسرایش بود. در آخرین جملاتم به اونا گفتم همیجا شاید باشن که ما چونین عروسی بر برادرم برگزار کنم که حتی شما هم حیران بانین. از اونجا برآمدیم. زیادتر کار کردم. از خدا خواستم کمکم کنه. حتما خداوند صدای ما شنید. بالاخره یکی از روزها یک تجار آمد. برم پیشنهاد داد که خانه در موقعیت خوبی است. ما خانه شما و خانه پهلویتانم میخرم. هر قدر قیمتی که روی او میمونین. ما خریدار هستم. او خانه پدرم بود. نمیخواستیم به فروش برسانیم. قیمت گفتم که 3 برابر بالاتر از نرخ اصلیش باشه. گفتم این قیمته که بگویم این تجارم که نرخ را بلده است پشیمان میشه. اما او قبول کرد. ما با قیمت خیلی بلند خانه را فروختم و فقط 2 کوچه پایین تر از او یک زمین خریدم. با خود خانه کرایه گرفتم. مدت اوجا بودیم تا خانه ما دوباره آباد شود. با پولی که او مرد داده بود یک ساختمان 3 منزله ساختم. با عین نقشه که او تجار در خانه سابق ما ساخت. بر بود باش خود ما در آخر حویلی 2 اتاق با تشناب و آشپزخانه ساختیم. در این ساختمان 3 منزله کرایه‌نشین هم شاندیم. پول مصارف خانه را خودم می پرداختم و پول کرایه خانه را هم جمع‌آوری کردم. مقداری هم پول پسنداز دکان مانده بود. حالا دیگه کار بار دکان خوب شده بود. وضع دکان خوب ساخته بودم. یک فروشگاه نسبتاً بزرگتر شده بود. مردم زیاد دلخوش می کردن که از دکانم خرید کنن.
بالاخره پول پسنداز ما ده همون منطقه زمین دیگه خریدم. در مدت 2 سال تانستم او را آباد بسازم. ایره فقط برای بود و باش خود ما ساختیم. یک سالن بزرگ و کلان برای مهمانا و 3 اتاق با تشناب و آشپزخانه برای خود ما آباد کردیم. 2 اتاق که دو ساختمان دیگه بود. او را هم به یک خانواده به قیمت کم کرایه دادیم. چند بعد خانه 3 طبقه ای ما را هم به یک کس به قیمت بلند فروختم. این خانه را خیلی بلندتر از او خانه قبلی ما خریدن. ما 2 جای به قیمت ناچیز زمین خریدم. 2 بار خانه آباد کردیم. این بار 5 طبقه ای. او را به کرایه دادم. در این کار فایده زیاد برم می ماند. چندین بار زمین خریدم و آباد کردم و فروختم. از این آیت هم موتر خریدیم، هم وقت برادرم از پانتون فارغ شد برش دیکی از سالونهای عروسی که تازه فعال شده بود جشن گرفتم. چنان محفل بود که همه قوم و خیش حیران مانده بودن. مامایم خودش آمد و ازم معذرت خواهی کرد. حالا برادرمون وظیفه دولتی داره. مصارف خود و اولادایش کشیده میتونه. من اوزم کار میکنم. اما هر کسی که به خانه ما میاین حیران میمونن که چطور تانستم با دست و پای فلج ای همه کار بر خانوادیم انجام بودم. ما خوشحال هستم که خداوند قوت برم بخشید و همت داد تا دست خانوادیم بگیرم. پایان داستان.